لبخند یاره بهارم دیدن لبخند یاره چه زیبا میشه با یارم بهارم ای عزیز یار گل ما جون گل ما یار گل ما گرهی در دلم افتاد با کو گرهی در دلم رنجی نداره گرهی در دلم رنجی نداره دل رنجی در از خود رضا کو ای عزیز یار گل ما جون گل ما یار گل ما چراغان شد شبم از روی ماهه خدا یار گل ما چون گل ماهه شدم محو تماشای نگاهه خدا یار گل ما چون گل ماهه رسیدی قصه هجرون سر اومد رسیدی قصه هجرون سر اومد بذار تا من ببوسم خاک را ای عزیز یار گل ما چون گل ما یار گل ما یار گل ماهی گلم یار گل ماهی یار گل ماهی گلم جون گل ما یار گل ما یار گل ماهی شوینا باو کجا؟ اوه مای گاد کجا داشتی میرفتی؟ اینجا چیکار میکنی داداش؟ تو اینجا چیکار میکنی؟ کجا داشتی میرفتی؟ من داشتم میرفتم خونه. خونه این وریه؟ راست میگی من چرا این چیکار میکردی رو سری؟ واسه ببینم این چیه؟ این کلیپس دیگه. کلیپ چیه؟ گل سر دیگه گیر نده. دوباره شروع کرد. کجا میری چیکار میکنی؟ چی پوشیدی؟ این چیه سره؟ واکن اینو از سرت این آدم فضایی شدی. نمیدونم بهت گیر بدم چی پوشیدی چی نپوشیدی. این جریان طلاق و طلاق کشی چیه با حامد رو انداختی؟ تعطیلش می‌کنی برمیگردی سر خونه زندگی. فهمیدی چی گفتم؟ داداش من خودم الان یه زن 38 سالم دوتام بچه دارم. من مادرم میفهمم دارم چی کار میکنم. من دیگه نمیتونم با این آدم زیر یه سقف زندگی کنم. اون منو از من گرفته. الان من دیگه هویت ندارم. همش میگه ما دوتا خط موازی هستیم. You know? Okay? آره. Okay? یارانه بد نمیده. یارانه چقدر هست که بده یا نده؟ و چی؟ میزنته؟ جرأت نداره. بزنه مادر نزایده. شکایت میکنم ازش. نکنه هوو برده سره. چی؟ عملیه؟ نه. مواد فواد میزنه، کراک میزنه، شیشه میزنه؟ چی میگی؟ الکلیه؟ نه. چشه؟ مریضه؟ ایدز داره؟ جیز داره؟ جیز چه کوفتیه؟ جزام و ایدز با همه. چیه پس؟ چشه؟ مچفاکلوفه؟ دقیقاً از من چی میخوای؟ میخوام برگردی سر خونه زندگی. من آبرو دارم تو این محل. فردا میام رد میشم، همه میگن آبجیزم که طلاق گرفت. میفهمی؟ تو اصلا میدونی آبرو یعنی چی؟ چی گفتی؟ منظورم اینه که ما خودمون مواظب خودمون هستیم داداش. شما نگران خودت باش. نگران خودت باش. طلاق گرفتم که گرفتم. این همه آدم تو این شهر دارن طلاق میگیرن. دو تا بچه‌ها میگیرن، میگن دون زندگی. همین که بهت گفتم. با همین گدی سر خونه زندگی. میری مثل آدم زندگی تو میکنی. چی نگاه میکنی؟ چی داری سر نگاه میکنی؟ تو نگاه کن تو برگردی ببینم خود من خواهم در نداری؟ داداش خود من خواهم در نداری اینجا؟ من داداش عرب خواهی که ماما نگاه نمی کردی؟ نگاه نمی کردی؟ داداش خواهی چی میگی؟ چیه؟ کمک کنی؟ سرهنگ شما رفیق تو چی میگی؟
خب اینم از جلسه شستم شاین خانم. ببخشید خانم روشن، ماشاءالله دختر خیلی باهوشی داری. انشالله این دفعه قبول میشی. نشدینم من در خدمتتون هستم. سلام علیکم حسین آقا، خوب هستی؟ خسته نباشین. سلام علیکم احوال سلام. سلام مادر، خوب هستین شما؟ سلام علیکم. شما خوبی؟ خسته نباشید حسین آقا. ممنون، دخترتون رو سپرام کردین؟ بله، تو آموزشگاه نشسته. حسین آقا شنیدی تو من دعوا شده؟ بله. اینقدر ناراحت شدم آقا، بهادر رو گرفتن. چیو گرفتن؟ جوانای همسایه‌ن دیگه. هی به هم میپرن. یاد گرفتید خانم؟ بله یاد گرفتم. دارم یاد. اگه من بدم زود یاد میگیرم. بفرمایید تو خانم بفرمایید. بله بفرمایید. بفرمایید خانم بفرمایید. شاهین جون من به این پسر و خانوادش مشکوکم. مامان تو هم که به همه مشکوکی، چیشه مرد به این خوبی؟ این همه زحمت تو کشیدم، این همه تو این ماشین نشستم، بعد تو که نمیخوام مادر. اینقدر وول نخو. ببخشی جانسان عصبی هم بازم کارشکنی؟ نگهبان میگه تو شروع کردی. بله قربان، من اونور خیابون میدم داشت ایشون شروع کرد. واسه کجا بودی؟ دروغ میگی جان، زنگ اصلا اونجا نبودش که. من دیدم واسه اونجا بس دیگه. من اونور خیابون بودم و جفت کشام دیدم. دروغ میگی جان سن، ایشون داشت چش چرونی میکرد. آب جیمم کنار اون واسه دو به اون چشای ناپاکش داشت چش چرونی میکرد. فکر کردی دوره یک راه بیفتی تو خیابون یقه اینو اونو بگیری؟ بله جان سن، حق شماست. ما از افتضاحی خودمون پشیمونیم. همین الان هم خودمونو میسپاریم به قانون و چارچوباش. هرچی شما بفرم. اگه میبینی با ترامیمو برات گزارش رد نمیکنم، اول به خاطر رعفت پلیسه، دوما شانس آوردی این آقایی که کنارت وایساده یک کیف قاپ حرفه‌ای و تحت تعقیب پلیس بوده. ولی یادت باشه این رعفت پلیس یه پایانی داره ها. خاکتون سرت کنه دل دوز زیاد بخ. شانس تایم ممکنه جیب منم زده باشه. لازم بس ببینیم اون هستش. هستش حواست هست؟ بله بله، رعفت پایان پس پلیسیه رو میفهمین. مزه نرید، شما آزادی. چکی پاکه نوکه پاکه جناب سرن، ما واقعا مدیون امثال شما هستیم جناب سرن که اموال مردم اینجوری جمع‌آوری می‌کنید با اشعار تحویل جامعه میدید. یعنی اموالشون رو تحویل جامعه میدید با مردم. چی داری میگی؟ بفهم بیرون. هیچی ولش کن جناب سرن، با اجازهتون. خوش بگذره. سرباز. بله قربان. این آقا رو ببر بازداشتگاه. بله قربان. اصلا شاکی مایی ما رو گرفته زده. چرا میبینن؟ شاکی مایی. چکی پاکه. چطوری دو؟ چیکار کرده سکا؟ آب نواد دازیده؟ موشه زنده باشی. امری نیست. سلام. خدا نگهدار. خدا. احسان آقا برگشتی؟ سلام علیکم. خوبی؟ علیک السلام. چقدر دخترم از شما تعریف میکنه. ایشون لطف داره. میگه اینقدر حوصله داره که حد نداره. لطف داره ایشون. ایشالله سلام خلوت شد. خودم همراهی دخترم میام جای آبجیم که خودم هم رانندگی یاد بگیرم. قدمتون بچه. خب بایزتون. خدا نگهدار. ها راستی. چشمتون روشن که بهادر آزاد شده. وا مگه نمیدونستین؟ کامل برای بهار جون تعریف کردم. نمیگم شما بله برونتون دیر نشه. خوب شد یادم انداختی بهار جون. شما خودت عروس بشی من بیام اسمن دارت بچرخونم. با عزتون. خدا نگهدار. ممنون به سلامت. به این توران خانم بگو اینقدر نشینه جلو در همسایه خبر بهادر رو ببره و بیاره. آقا جون چه انتظاری داریم؟ ببخشید خب تقصیر خودتونه. وقتی خودتون میشین این جلو کس و ناکس از عزیز دلتون جگرگوشتتون پسرتون بد میگین، خب چجوری جلو دهن همسایه ها رو بگیریم؟ حالا چرا به این زودی بلش کردن؟ من شما میدونین که بهادر رو دوباره گرفتن. به لطف توران خانم توی محل همه خبر دارن. بهت گفته بودم که این پسر آدم بشو نیست. بفرما بیرون نیومده دوباره گند زد. جون آقا جون این دفعه تقصیر داداش بهادر نبود. بهموش کجاست؟ اونو نمیدونم کجاست. از صبح دلم هزار را رفته. اصلا هر موقع دوست داره موبایلشو جواب میده نمیدونم کجاست. الله اکبر از دست این دختره. آقا جون همسایه های خیلی خوب ده این آمده بدبخت، این آمده بیچاره حق داره هرچی میگه. بشته جلو بچه هاش. آخ چه آقا جون
چطوری ارفان گلم، چطوری عزیز دلم، سلام علیسکم، سلام علیسکم، سلام عسلم پربونه. مامانش اینم اومد. وای خواهرم بیا تو ببینم خوردی زمین؟ در ببن در ببن. نه بوتاکس کنم. بعد دیگه بوتاکس که اومد مریض آخر بودم، دکتر گفت برو ایشالا شنبه اول وقت بیا. اونا بیارش پایین، یکی به فکر این دوتا بچه هات باش، به فکر شوهرت باش، به فکر زندگیت باش، اینقدر به خیر و فرد نمیخواد برسی. باشه حالا هرچی شما بگی. وای خب میگفتی اینا همچین یه خورده میبرد بالا، این دوتا تو یه خط می من قرینه میشد. لا میرفتم شمشیری کنم به خاطر اینکه شمشیری بشه کم اومد، گفت حالا شنبه دیگه شه. همسایه‌ها که ندیدنت؟ نه این عکس زدم مثلا معلوم نبود. خیلی راحت خواهر من تو قشنگی زیبایی، برای چی اینقدر با صورتت ور میری؟ بیا ببین چی برات نوشته. واقعا تن آدمی شریف از به جان آدمی. قربونت برم اصلا. این داروش چینی بوده؟ نگاه کن سرخک کهیر چی آره؟ چینی بوده داروش لابا؟ درست میشه گفتم که چینی بوده. حالا برو خودت نه تو رو اونا بود علا بگیره. ای بابا اون میفرسته منو جای ارزون دیگه همش. اوی بهار من زیبایی رو دوست دارم و بهش میرسم. میرسی ایشالا به همه چی میرسی. بیا آروم بیا مراقب این زده چرخونه چرخونه. آروم در رو بپن، آروم دستش نکنه. خب زنگ بزنم یه بانت بیاد؟ نه خودم یه کارش میکنم. پس الان حسابمون چجوری شد؟ حسابمون روشنه دیگه برادر من. شما پول پیشت رفت بابت اجارای موقت، اون یخچالم هم برداشتم بابت یه دو ماهی که اضافه موندی تو خونم دیگه. یخچالم برداشتی؟ خب آره دیگه برادر من، منم باید به پولم برسم. اینم کلید دست در نه خودشه بر. پس شما دیگه تشریف ببرید. کلیدی که میشه خانومته، اونو حتما به من امشب برسون. قربان آقا موفق باشی. خدا نگهدار. وای چه خبر؟ به قهقه. علیکی سلام بهادر خان، رسیدم به خیر. چکه پاکه نوکه پاکری محمد جون، چیه ریختم بیرون؟ آره دیگه اینم به لطف شماست. میبینی دلت خونه شد زندگیمو باد دادی، اومدی از نزدیک فلاکت ما رو ببینی دیگه. حالا شادابی؟ خب حالا تو نمیگه گندش نکن فلاکت و خبری نیستش. یه اینم آدم دارن تو خیابون زندگی میکنن، خود من نمونهش، خود الان تو خیابون دارم زندگی میکنم. ای این خیالم هم نیست تو هم بده این من باشی. چه کلری کردی تو کپسول؟ به خاطر طلبکارا سیگه نیست دنبال منن. چه کشیدیم آخه؟ حالا گذاشتی از این صحبت ها، میگم این جریان طلاق و طلاق گرفتن تو بنوش چیه را انداختین دوتایی؟ اونم از لطف شماست. اصلا کلن بدبختی ما به لطف کارهای شماست. چه کردم اگه؟ جز این که خواستم پولت نسوزه، جز این که نخواستم پولتو بریزی تو جوب، جز این که خواستم هدف من بنازمش تو فلافل. تو نمیتونستی یه فلافل بزنی؟ واسه چی گفتی بریم فلافلی بزنی؟ برای اینکه سود تو فلافل بود، نون تو فلافل بود. نه خیر آقا بهادر، واسه اینکه عشق فلافل داشتی، فلافل دوست داشتی. حالا گذشته ها گذشته، الان میری دست زن و بچه تو میگیری برمیگردی سر خونه زندگیت، همه چی هم ردیف ردیفه. وای نشندم محترم، با کدوم پول شب عید کجا برم؟ نمیبینی بابا این همه خونه ریخته دیگه، الانم که اوضاع خونه ریخته به هم، خونه خالی هم فت و فرابون، میریم یه جوری اجاره میکنیم دیگه. پولم کجا بود بهادر خان؟ بیچارم کردی. یه دسته چک 25 برگی داشتم، 24 تاشو کشتم واسه ضمانت رفقای نوابت، واسه لوتی بازیات. اینم از خواهرت که 2400 سش تو اینترنت و چیش و قباسی و اینترنت و سریال حریم سلطان و اوزیگونه و فیسبوک و گوگل و چت و وی چت و چت هم... ای با اصلا همه اینا به کنار، 6 ماه بند کرده به این. این چشه ها؟ چش نیست دماغه. نه منظورم میدونم که دماغه، منظورم که چشه. این حق دماغ میخواد، این باید عمل شه. چخ میدیم بابا راست میگه دیگه، تو آفسایده. آبجی تو آفسایده. راست صحبت کن راجب آبجی من، صد دفعه گفتم اسم آبجی منو میاری یه بعد زبونتو گاز بگیری. اونم جور آدمای غریبه. نه این چه کدوم غریبه، این چه کاری بود کردی آقا بهادر؟ حقته. اولا که آبجوی شما فعلا همسر بنده است، ثانیا من که اسمش نیوردم، اصلا به فرض که بگم بهنه. کی شنید؟ کی دید؟ تو این کوچه کی میبینه؟ ایشکی نمیبینه؟ بفرما چقندره؟ آمه جا ببخشی قبضا رو یاد رفته پرداخت کنی که آخه چشم آقا تا فردا صبح پرداخت کنی. زحمت بکش تای قبضا رو برام بیار با اون کلیده. چشم امری نداری؟ شب عالی بخیر. خدا نگهدار. میگم میخواین به جای اینا چوب اسکی رو ببریم؟ چوب اسکی؟ من ببرم؟ مرد حسابی گرفتی ما رو؟ من با سن و سال چوب اسکی میخوام چیکار کنم؟ برو قبضاتو برداخت کن. برو عزیزم خدافظ. شب بخیر.
خوبه دیگه، ثروت زیاد داره خفتون میکنه. اسکی هم که میرین آبجیت میره اسکی. درست صحبت کن راجب آبجی من. باز میزنی وقتی آبجیت میره دیزین، وقتی آبجیت میره اسکی. من دروغ بگم اتفاقا اینجا شما دروغ گفتم. شب کجا میخوای بری؟ راضی به زحمت شما نیستم، میرم تو موتور میخوام. خندیدم. کی تاله موتور تو داره؟ حالا میرم یه جایی میخوام. جمع کن بری. بجم. آ گیرم که باز بخوای کتکم بزنی، بخوای شلپلم کنی. آخرش که چی؟ شلپل چیه؟ ما گذاشیم کنار این صحبت‌ها رو. میخوام دیگه هدفمند زندگی کنم. شلپلم بخوام بکنم، هدفمند شلپل میکنم. بریم وانت بگیریم، بربندیتو جمع کنیم، بریم توش بعدونی بریم. کجا بریم؟ بریم دیگه. بسیم کجا بریم؟ یکم دراز بکش خوب، استراحت کن. نه نه اصلا گفته نباید دراز بکشی. تو میشه سر بعد بالا. چرا اینجا وای میسی تو؟ سه سوار بشین دیگه. آخه این چه کاریه با خودت میکنی دخترم؟ این چه ریختیه برای خودت درست کردی؟ مگه قیافه خودت چش بود؟ هیچی به خدا. چینیه میکشه بالا، هجومی زده. هجومی که میزنه اینجوری میکشه بالا، وقتی میه یهو میکشه پایین، مشکلی نداره. این درست میشه. تو کی اینطوری بودی؟ کی اینطوری بودی؟ مثل دسته گل فرستادم به خونه شوهر، حالا با این قیافه عجب عجب برگشتی اینجا، اونم از زندگیت. آقا جون نمیتونم ساکت باشم. خاله نمک باشه بیا ببینم. خاله این نمک جون بریم بیرون. بریم خاله باشه. خاله برو پیش دسته برداریم بدویم. تو از کلیپس منو زدی. برو بیرون. بمیرم الهی برای این بچه ها. صبح ندارم. این چیه؟ او مای سی پی یو. ازت میپرسم این چیه؟ دکمه کتتونه. اینو میگم، این چیه؟ هاو حامد اومده اینجا؟ آقا جون آدم این خبره رو که اینجوری یه وای نمیده. معلوم هست چه بلایی سر این حامد بیچاره آوردی؟ یک ساعت تموم سرشو گشته بود تو بغل منو زار میزد. وای آقا جون قرمز شدی. تو رو خدا بیا بشین. بیا بشین واسه قلبت خوب نیست به خدا. سب کن. تو مگه عاشقش نبودی؟ خب اگه عاشقش نبودم پا نمیداد این ترانه. وا تو مگه انتخابش نکردی؟ چرا خوشی زده زیر دلتون؟ چرا اینقدر پرتوقع شدی؟ چرا هرچی خدا به تو میده بازم بگی کمه؟ چرا اینقدر زیاده خواه شدی بهنوش؟ آقا جون من چی خواستم از حامد؟ چیزی خواستم جز آینده بچه ها؟ بچه هات که فعلا بیشتر بچه های خواهرت هم تا بچه های تو. نه بابا آقا جون، به فکر آینده شون نمیخوای باشی، به الانشون فکر کن. برای چی داری به من میخندی؟ نه نمیخنده، این همون آمپول هستی که اون کامپیوترت هم بفروش، بزن به زخم زندگیت. اینو بفروشم؟ این همدم منه، این سنگ صبور منه، این نفس منه. شارعمو میذارم اینو نمیفروشم. کلیهمو میفروشم، تبلتمو نمیفروشم. این از همه بیشتر منو فهمیده آقا جون. فقط این منو لایک میکنه. هر چی میکشی بهنوش جان زیر سر همین تابلوه. من چیکار کنم که شوهرم از صبح تا شب دنبال کار 2000 پولم در نمیاره؟ چیکار کنم که من هر کاری میکنم منو نمیبینه؟ هر کار میکنم به صورتم ور میرم نمیبینه؟ چیکار کنم؟ چیکار کنم که هر چی حرف میزنم شوهرم نمیفهمه؟ ها چیکار کنم آفلاینه؟ من آبم اون روغن ما قاطی شدنی نیستیم. ما قاطی شده نیستیم. کانکشنش با دنیا آفلاینه. کانکشن نداره یعنی؟ It makes no difference to me. من که فقط نفهمم چی میگه. داره میخنده فقط. من با تو شوخی دارم؟ نه آقا جون، یادتون میره مال این نامپوله. نه بهاره جون، مشکل چیز دیگه است. پرابلم ما چیز دیگه است. از من بپرس بهار جون. من تو این خونه اضافی هم ندیدی آقا جون؟ چجوری بچه همون فرستاد بیرون؟ اینه بچه یتیمه. بچه های من اینو بچه یتیم شدن. خاک تو سر خونم، جای من تو این خونه نیست. از نظر من این خونه، این خونه، این اتاق تحریم، تحریم. این خونه، این خونه فیلتره. آبینا آقا جمعه، هی حالا شما میگه نصف بهادر داری. مامان شمسی همیشه میگفت این دوتا هیجانی هم. خب این الان بذاره این ساعت شب بره خونه بیرون چی کار کنی؟ خب ببینی خود شما کتا بیام. چیه؟ میگه رفته سراغ چمدوناش. آقا جون تو رو خدا جاییو نداره بره. نه سوزن جون، نه عزیز من، نه سیستر من، این خونه جای من نیست. من اینجا عزت ندارم. منو با دنیای مجازیم تنها بذار. نه برم.
جون سه من خواهر من، آخه چرا اینجوری میکنی؟ آقا جون تو رو خدا بری جونا جونا کسو سنگی دارم به فکر بچه ها داشت هیچی نمیشن بچه های من هیچی نمیشن مگه ما چی شدیم سوزن جون هیچی نمیشن خودشون بزرگ میشن نمیتونم سوزن گفتم اینجا عزت ندارم الهی من قربونه تو برم خواهرم من توی خونه جز تو با هیچ کی نمیتونستم حرف بزنم تو هم که فاز اعتصاب فردوسی حرف نمیزنی بهار حرف نمیزنی میزن خود تو بمون آخه اینوش جان دخترم کجا میخوای بری اونم این وقت شب اونم با این قیافه ای آقا جون به قیافش گیر ندین دیگه عصب شد ریخته من تو رو خدا به جون شما ها منظوری نداشتم حیات ببین اصلا آقا جون کلا یه جوری حد زده آدم فکر می‌کنه بعد بهش بر بخوره ولی نباید بر بخوره که نباید بر بخوره چون آقا جون نیتی نداره از یه طرف نوسانات این سوسن این گل من اصل من ملوسک من از یه طرف اون حامد با اون وضعیت خب من ناراحت شدم ببین اینجا خونه خودته آره بابا معلومه خونه خودشه حسن وقتی اومده خونه ما به خدا همه دور هم جمع شدیم چقدر خوش میگذره نه بهار جون آقا جون شما خوبی ولی این خونه برای من فیلتره گفتم این خونه تحریمه نمیمونم کجا میری در همسایه چه میگم مادر بیا بریم بهار جون هر جو سکنا گذیدم شما با آژانس اینا رو برچم بکشم بیارم 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 عزیز دلم از شیطون بیا پایین عزیز دل من ارفان بیا ببینم دوست جان عزیز دلم اگه من مادرم زنده بود این برخورد رو توی خونه ما هم نمیشد عرفان آمینا بیای بیا ببینم بیمیرم دلت واسه این دوتا بچه معصوم نمیسوزه این ساعت شب کجا میخوای ببریشون خواهرم بهنوش منو شرمنده مادرت نکن تو رو به روح مادر خدا بیامرزت نرو ماما رو نخم بیرون فقط به خاطر ماما فقط خواهش میکنم از من نخواهید برم اون قسمت خونه باشه بهار من یه چند وقت تو اتاق تو میمونم اتاق من زندگی ما در اختیار توه کسی هم نیاد میخوام با بچه هم تنها باشم چشم قربونت برم چشم بیدار نمیشی عزیزم آقا حسین بینم مگه بچه میخوای بفرستی مدرسه بابا استاد خان دیگه من هر کاری میکنم این به هوش نمیاد خب وقتی که اینجوری با ناز صداش میکنی خب این بیدار نمیشه بدش من بینم بفرم منو که چند چهار متر بیرون یاد گرفتی؟ بله استاد خان اشتباه گرفتیم بابا یه سیگار بده اینجا کسی دودی نیست ببینم فکر کردی من فرق خواب و خماری یا نمیدونم خمار کیه؟ تو من معتاد نیستم میگم منو اشتباهی گرفتیم تو معتاد نیستی؟ نه کمکاری تیروئید دارم کلی هم کار نمی کنه کمخونی هم دارم پایین رو ببر کلانتری سر کوچه تحویلش بده چشم استاد خان بایستم چرا عصبی میشی؟ بهم فرصت بدی معتاد مجرم نی معتاد بیماره کمکم کنی ترک میکنم یه سیگار بده اینجا کسی دودی نیست برو این کیه پاشو در خونه از جا کنده چشم استاد خانده ای یه سیگارم بگیر بیار برام بهت گفتم اینجا کسی سیگاری نیست عذیتم لوبیا نمیسازه به بیا این لوبیا رو بخور جون بگیری حالا حالا باید کار دارم لوبیا نمیخوام یه سیگار بده لوبیا سیگارم داره بخور این قاچ داره قاچ نیست سیگاره بخور
قاچ نمیخورم. بخور دیگه. همین فرمونو بیا. همینو. زنی بخوری نمون کردی. برو جلو. برو دیگه شکر. برو دیگه. اما تو برای صدا میزنی. یه فرمون نمیتونه میمدی. موتور چیکار کردی؟ اما اون زاخاتو کی میبره دیگه؟ بیا نداری پایین. بیا برای نارمو رو بهروش بده کنار. صد دفعه گفتن جلو غریبه اسم آبجی منو نیار. باز اسمشو آوردی. دفعه آخره باشه. اسم آبجی تو آورد. اسمم جوست رو آوردی؟ شما چیکاره این مسئله تونه تو مسئله خانواده دخالت کنی؟ ای بابا بابا سبینا همین آبجیشون همسر بنده است. چی میگی تو؟ آبجی من آبجی منه همسر اینه. چی میگی تو؟ خوشگل. اینو از کجا آوردی؟ ولش کن. جریمت اینه که همه این ما رو خالی میکنی. بجا ببینم. چیکار داری میکنی؟ بده خالی کن سین واسه. چاکه پاکه نه چاکه شده دیگه. بجو. شوهر که اینو شده زمون بسته مال بسته هست صافونه هیچ جوابش کرده بود مال بندیش رو همه رو ریخت بودن تو خیابون خواهم جمع کردیم آبودیم اینجا این دار میفرسیمش بره زیاد اینجا نیمونه اینم دارون مساکین باز کردی آره باور کن تا صبح دیشب تو خیابون خوابیده نمیستم چی کار بکنم دیگه البته با اجازه شما این کاری کردیم اگه اجازه نمیدیم من بگم جمع کن بره آقا بذاریم بالا بذاریم بالا نه بابا زشته اساسشو یه جای جا بده دستی کنیم دستی کنیم بعده بذاری پایی بذاری پایی بذاری پایی بیا پایی بیا پایی حل 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 بیزنیم آروم 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 بیا بابا بیا بر آروم جان بیا علی بیا بگو علی بیا علی نمیخوام ماچ کنی ای بابا تو چنگه خیسی آقای آبریخو آقای که آقا سیبیلوه اون آقا سیبیلوه دایی منه شما با من چی کار دارین منو با چی آوردین اینجا از برم سر کارم اخراجم میکنن اومدم جبران کنم چی رو جبران کنی کم کتکم زدی باش کیسه باش کم آوردین اومدی سراغ ما آقا من زدن دارم فرق میکنه این دفعه اومدم ترکت بدم یو ترک بدین من عملیه نیستی همین الان بریم بوده ببینیم کی کم میاره بریم بوده باشه آره عجله نکن عجله نکن خب دیدی مال این صحبت نیستی شکلت به نفع نمیخوره بابا قیافت تابلوه این به خاطر کمکاری تیروئیدمه حالا آره میخوای بیاریم رو فرم آره یه سیگار بریم سیگار برات خوب نیست اونم باید ترک کنی واسه چی ببین چی دارم بهت میگم میگم اومدم جبران کنم میفهم یعنی چی؟ چرا میخوای جبران کنی؟ برای اینکه قدیم بهت بد کردم تون رفتم چی ها میخوای جبران کنی؟ آینده رو یعنی گذشته رو واسه چی میخوای جبران کنی؟ ببین چی دارم بگم من 4 روز وقت دارم این سمی که رفته تو تنه تو رو از تنت بکشم بیرون فقطم 4 روز وقت دارم میفهمی؟ فقط 4 روز؟ بله 4 روز با یه سیگار بده نمیشه سیگارم تعطیله هست یا نه؟ ها؟ بعدو یه چی بگم راستشو میگی آره قول قول مردونه مردم مردونه تو یه روده راست تو شکمت نیست چرا بابا هست بگو نمیگم ولش. بگو بهت میگم نمیگم بگو دیگه عصبی میشی نمیشم قول قول اگه عصبی شدی نمیزنی نمیزنم بابا من قول دادم که دستتو بلند نکنم بگو میزنی همیشه نمیزنم تو میزنی نمیزنم 20 بار منو زدی چه زدم هر سه بارم در خونتون زدی میزنی بگو دیگه نمیگم نمیزنم بگو بهت میگم دیدی زدی؟ حقته برای که دوست داده میگم بگو نمیگی ولده بودی نزدی برای همینه نمیگم بگو دیگم بگو دیگی یا نه؟ باشه باشه دیگی یا نه؟ آره آره زر بزن چی بخواه بگی؟ بهادر بنار تو داری میمیری دارم میمیرم برای چی بمیرم؟ من مثل تو عملی هم که بمیرم نه
مهربون شدی. آخه آدم ها وقتی مهربون میشن دارن میمیرن، یا دارن میمیرن مهربون میشن، چه میدونم. ذره مفتت همین بود، مخواستی بگی دوستا. آره عصبی شدی؟ لوبیا تو بخور نکبر. لوبیا قاچ داره، من قاچ نمیخورم. یه سیگار بده. عصبی شد. دکتر چی گفت؟ چند وقت دیگه میمیری؟ فهمید، من فهمیدم عصبی شد. باش بروش نمیه بردن. قاچ داره این بابا. بله بله شما فرموده بودی، من فقط اومدم بگم که شرطتون رو انجام بدم. چیکار کردی؟ از کردم شرط شما رو انجام بدم. یعنی؟ بله صحبت کردم. خب ببخشید، من فکر کردم دوباره اومدین حرفای قبلی رو تکرار کنم. خیلی خیلی راستش من تونستم بالاخره پدرم و مادرمو راضی کنم که با مشغله فراوونی که دارن از اروپا برگردن. بکنم فقط باید با پدرم هماهنگ کنیم، تشریح ایشون سر. باعث افتخاره. فقط گفتم قبل از اینکه با پدرتون صحبت کنم از خود شما اجازه خواستگاری بگیرم. مشکلی نیست. واقعا باعث افتخاره، نمیدونم چی بگم. بابت رفتارهای این چند وقتم از شما واقعا عذرخواهی میکنم. خواهش میکنم. میدونی خانم دکتر، توی پزشکی قلب تعریف مشخصی داره. تصور من اینه که به تمام بخش‌های قلب از دریچه ها و مایچه ها گرفته تا تارهای عصبی و شاهرگ و مویرگ ها به همشون تسلط کافی دارم. اما توی این چند وقته فهمیدم که قلب غیر از وظیفه پمپاژ و خونرسانی کارهای دیگه‌ای هم انجام میده که ممکنه آدم منطقی مثل من رو تبدیل کنه به یه آدم عجول، تینیجر و گاه مزاحم. بازم از شما عذرخواهی میکنم. خواهش میکنم. به امید دیدار. با اجازهتون. خواهش میکنم. به پدر سلام برسید. خواهش میکنم. گفتیم قبل از این که از ترون خارج شیم بریم آخرین کله پاچه رو بزنیم و بعد راهی شیم. اومدم برم تو کله پاچه جون آقا، دیدم چند نفر با هم دست به یخی شدن. خوب نگاه کردم، دیدم یکی از بچه معلم ما قاطیشونه. رفتم اونو از تو مرکه درش بیارم، خودم هم وارد مرکه شدم. این شد نتیجه، یکی تو جون و یکی اون بره جون. بگذاریم. سیاه خالی من میگفتش که آق مصیب مجبور شده به خاطر نون شبش کفتراشو بفروشه. گفتم برو بچه خالی نبن، اون امیری داغ کردم. گفتم هیچ کسی مثل من آق مصیب نمیشنسه، من خودم یه عمری بومداریشی کردم. آق مصیب از اصل ممکنه بیفته، ولی از اصل نمیفته که بخواد کفتر بفروشه. میگم دیگه. گفتم مرد حسابی سیاه خالی بن، برو خودت سیاه کن. این مرد اون موقع که زندون بود مرخصی ساعتی میگرفت میومد کفتراش آبدون میداد دو مرتبه برمیگشت زندون، حالا بیاد این کارو بکنه؟ چون آقا شاکی شدم، رفتم که برم تو سر صورتش قسم بلقیسش خورد. قسم بلقیسی که خورد فهمیدم یه چیزایی رو داره راست میگه. رو این حساب خوشم زد. میدونی منظورم چیه که بلقیس همون طوقی که اوایلش چش دنبالش بود؟ آره. خیلی ناراحت شدم، محکم زدم تو سر خودم.
گفتم ای دل قافه، آقا مسیب ما مکف رفت، ولی جون آقا آروم ننشستم که، محکم رفتم تو سر صورتش. بگو واسه چی؟ واسه چی؟ واسه این که حرفش نره پنو حریفات بزنه. آره ول کن این حرفش ساعت تا یه قازو تیمون جونم، مواظب آب و دونشون باش، ساعت خوابشون هم ساعت هفت شبه. نگران نباش، درسته یه خورده حواس پرتی دارم و مریض احوالم، ولی هنوز که هنوزه حواسم به چفت کار و بعضی چیزا هست. چی؟ تو اینجا چی کار میکنی؟ هیچی، دارم میرم. تو چی کار میکنی؟ من دارم میام. تیمور گفتی که داری میری مشهد دیاره؟ مسایه این هم همون حرفاسا، اصل و اساسی هم تو خاوره، بر رایه کجا؟ واقعیتش اینه که من دیگه مال زندگی تهرون نیستم، راستش دخل خرجم هم خوب نمیخونه. نه که تهرون بد باشه، تهرون همیشه تهرونه، ولی من دیگه نمیتونم اینجا زندگی کنم. راستیتش منم دل و پس این زبون بحثا هستم، تو هوای تهرون تلف میشم. البته تو پول دادی کفترها رو خریدی، مال خودت، صاحب اختیاری، منت سرت نمیذارم ها، اما اینا رو بهت دادم به خاطر اینکه دیدم داری میبرشون مشهد. معلومه که دارم میرم مشهد. ببینم مگه من دیوونم پول کفتر بدم بعد بیام تو هوای ترون هواشون کنم که مردش بیاد پایین؟ خیال تخ، برم میرم مشهد. فقط یه چیزی، چرا اینقدر مشهد مشهد میکنی آقا مسیح؟ واسه این که یه امانتی دارم، این نظره، میبریش مشهد، میفرستیشو گنبد آقا بچرخ. چشم. نظرت قبول، خدای خود قبول کن. ببین بهادر جان، شاخص‌ترین مشکل تو و آدم‌های مثل تو اینه که آستانه تحملتون به طور ناگهانی تغییر میکنه، و از اونجایی که متاسفانه اکثر شما آدم‌های ایموشنال و احساساتی هستین، در مواجهه با شوک‌ها و بحران‌های موجود در دنیای امروز رفلکس عصبی نشون میده و این اصلا خوب نیست. یعنی خودت با اراده خودت باید کنترلش کنی. من در اون یک ماهی که با تو اونجا بودم تو رو خیلی خوب شناختم. تو ممکنه ظاهرت خشن و بی ادب و نابهنجار و پرخاشگر باشه، اما دلت صافه. یعنی من به تو ایمان دارم، تو میتونی. اصلا به نظر قضیه دکتر عثمان در نمیاد بابا، عزت تو فوت میکنه. مؤدب باش، بی تربیت، بی فرهنگ، بی وجودی دیگه، بی وجودی، آدم نیستی، رفاقت سرت نمیشه. رفیق بی کلک فقط مادر، همش تقصیر خودمه. نخیر، تقصیر منه که تو بی تربیت، بی فرهنگ بدون ویزیت معاینه کردم. تقصیر منه که تو اون سلول خراب شده به تو اعتماد کردم، گفتم یه رفیق پیدا کردیم قدیمی، بچه محل قدیمیمون هم هست، دکترم شده، زبون ما رو میفهمه. نشستیم سیر تا پیاز زندگیمون رو واسه جناب عالی تعریف کردیم. نشستی از اون کسی که دلمون واسش لرزیده واسه تو تعریف کردیم. نگو گوشت انداختیم جلو گربه. بعد جان تو به اون درد دلان نیاز داشتی، منم کمکت کردم، همین تموم شد رفت. ببین دوکی، یا از زندگی خانم دکتر بخار میشی میری، یا بخارت میکنم. فهمیدی چی گفتم یا نه؟ ببین بهادر جان، بس خانم دکتر خودش انتخاب کنه. خانم دکتر انتخاب خودش رو کرده. کیه؟ منم. حتما توی با این سر و وضعیت. من فکر تو. من دیگه بایزد میرم. کجا؟ از جا تکون نمیخوری، کارت دارم. خواهم خواهم کنی کی پاشو رو برمیداری؟ همینجا باید میشه تو من برگردم. مادر جون شما چرا با این حالت؟ بده من برم نیبرم. درد نکنه پسرم، خدا خیرت بده.
بفهم بفهم شما بره منزل بفهم خیر پیش. میگم این منزل عباس قلندری اینجا نیست؟ نمیشناسم سر. نمیشناسم. به سلامت. شبتون بخیر. فهمیدی چی بهت گفتم؟ یک کلام ختم کلام. پا تو از زندگی خان دکتر میکشی بیرون. خب اون نکشم بیرون چی میشه؟ میخوای بدونی چی میشه؟ آره. میخوای بدونی چی میشه؟ مثل که دماغت رو صورتت زیادی کرده. هرچی با کل مادر مثل که آشغالای این سه طبقه رو قراره شما خالی کنی. آره؟ بده من بابا. بده من مادرشو. بده من. شما بفهم مادر. خدا خیلی پناهت باشه. شبتون بخیر. خدا خیلی. آجا قرار سلام برسو. سلام. به سلامت. این چه بلایی سرم آوردی؟ آشغال خونه آقا من جمع نکردم. خب تموم شد. خب که خب یا میری یا همچین قد اینجا میزنه به صدای سگ بکنی. فهمیدی چی گفتم؟ سگ؟ آره. تو اسب میشی؟ اسب جد آباده تمت که نه 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 منظورم که متوجه سال اسب یعنی رفتار شبیه اوناست. چجوریه؟ همین سال دیگه یقه میگیرم پرخاش کردن. آره ما همینیم یقه گیریم پرخاش کردیم. اصلا تو خری خر خودت مرد بکی بلادر بلادر دل برزن من تنگ نشده که ها. میشه اشکال نداره من بهشون میگم که تو زندان بودی. من همه چیو در مورد تو بهشون میگم. بگو. میگم. بگو. میگم. منم میگم. منم میگم. میبینی من دیگه. بچرخ تو بچرخی. 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 تو کی؟ بخوان دکتر میگم. حالا میبینی. چی میخوای بگی؟ باور کن به نگات مدیونم من عشقو تو چشات میخونم وقتی تو دلی من باشی تا ابد مکنونم من با تو دلخوشی میسازم با حرفات دلمو میبازم ای حس گرمی آوازم من به تو مینازم همیشه با من همراهی تقدیر منی خواهی نخواهی باور کن به نگات مدیونم من عشقو تو چشات میخونم وقتی تو لیلی من باشی تا ابد مجنونم من با تو دلخوشی میسازم با حرفات دلمو میبازم ای حس گرمی آوازم من به تو مینازم هزار هزار بهار گل یه گوشه نگاته هزار قناری عشق تو مخمل صداته بهار و سبز و عید اینا همش بهونه است هزار هزار سبد گل تو عطر نفساته باور کن به نگات مدیونم من عشقو تو چشات میخونم وقتی تو لیلی من باشی تا ابد مجنونم من با تو دلخوشی میسازم با
با حرفات دلمو میبازم، ای حس گرمی آوازم، من به تو مینازم.